سلام سلام، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون و یه مصاحبه دیگه با من. دوست خوشگلمو اینجا داریم، سارا جون. سلام. میخوایم که یه مقدار راجع به آسپیلون توی آلمان صحبت کنیم. البته یک آسپیلون اختصاصی که سارا هم خودش اینجا دورش رو دیده. سارا یکی از دوستای دوران آسپیلون منه، توی آسپیلون با هم آشنا شدیم. سر میخوای یه سلام کن به بچه ها؟ فکرم سلام کردی البته. یه بری یه سلامه. سلام. سارا جون، میخوای یه بیوگرافی کوچیک از خودت به بچه ها بده؟ اینکه چند سالته، از کجای ایران اومدی، چند سال تو آلمانی؟ من 25 سالمه، از 13 سالگی آلمانم، یعنی تقریبا 12 سال اینجام. و اینکه دیگه چی بود؟ از کجا ایران اومدم؟ پلنگ مازندران. کافیه؟ سنگین باشید، ادامه میده. ادامه یه مصاحبه. آلمان چجوریه؟ دوست داری آلمانو؟ آلمانو آره، یه جورایی خب چون از سن خیلی کم اومدم دیگه یه جوری اخت شدم. یعنی من نه ایرانی کامل نه آلمانی کامل، یه چیزی اون بینم که هیچ کسی من گرده. از 13 سالگی اومدی، در واقع اینجا مدرسه هم رفتی؟ آره دیگه، آره از کلاس هشتم. من تو ایران سوم راهنمایی نصفه خوندم، بعد اومدم اینجا از رفتم 6 ماه کلاس زبان، بعد منو فرستادن یه کلاسی بود که فقط برای خارجی ها بود توی مدرسه گیمنازیومه. حالا چه مدرسه هایی توی آلمان هست اون هم میتونیم حالا اگه دوست داشته باشم بچه ها بعدن دوباره یه ویدیو دیگه براش درست کنیم. آره. چون اون هم یه ذره مختصرتره. آره. یعنی باید خیلی توضیح داد در موردش. توی گیمنازیوم می بود و من اونجا اول هممون خارجی بودیم، یه 20-30 نفر، و ما رو آماده کردم برای حالا کلاس های بالاتر که مثلا 10 و 11 و 12 اوباشتوفه بهش میگن اینجا، که بعدش دیگه رفتیم با آلمانی قاطی شدیم. یعنی تو اینجا مدرسه رفتی، بعد آبیتور گرفتی. آبیتور هم یعنی در واقع مثل دیپلم ایران میخوادم. آره. آبیتوری که گرفتی بعدش چیکار کردی؟ بعدش من دنبال این بودم که چیکار کنم چیکار نکنم. خودم رشتم و اینام ریاضی و شیمی بود، ولی کلا رفتم یه چیز دیگه خوندم در آخر. ولی زیادم نامربوط به ریاضی حالا نبود، چون که به بلوینا بالاخره به استاتیستیک و اینا مربوطه. رفتم فرنچ پراخن کورسپوندنس که هم کافنیش اسیستنتیم بود، که کافنیش اسیستنت مثل تقریبا مدیریت بازرگانی تو ایران میمونه تقریبا. که بعد از اون چیزی اون آسپیلونگ ما انتخاب کردیم، یه دو تا زبان دیگه هم غیر زبان آلمانی داشت، که زبان انگلیسی که همه جا رایجه و زبان اسپانیایی. آره. بعد دیگه شروع کردیم اونجا و شولیش آسپیلون دیگه شولیش. بعد فرق شولیش آسپیلون با آسپیلون دیگه چیه؟ شولیش آسپیلون فقط تئوریه، یعنی تو فقط توی مدرسه انگار و اون کار رو بهت آموزش میدن، ولی مثلا دوال آسپیلون کار میکنی. حالا بستگی به این داره که بلوک شوله داشته باشی، که مثلا 3 هفته کار میکنی، نمیدونم 2 هفته میری مدرسه، یا اینکه مثلا تو هفته 3 روز میری کار میکنی، 2 روز میری مدرسه، یه همچین حالتی داره. بعد تقریبا توی اون آسپیلون که میتونی پولم در بیاری؟ آره دیگه، همون بعدی که کار میکنی یه ذریب بخور نمیری بهت میده. ولی خب تو شوریش آسپیلون کلن اصلا هیچ چیزی درآمد نداری و تقریبا میتونی با خود
چیز بدی، درخواست بافک بدی، یا اینکه از دولت پول بگیری؟ آره، از شولیش آسپیلون میتونی درخواست بافک بدی، ولی باید فکر کنم دویچ شتاتس انگلیشکت یا اروپایش شتاتس انگلیشکت داشته باشی، نه؟ اینطور نیست؟ فکر نمی کنم، حتما نباید باشه، چون اون تایمی که من گرفتم نداشتم هنوز. آره، دویچ چیزو نداشتم، پاس دویچ رو نداشتم، پاس آلمانی رو نداشتم در واقع. ولی خب من بافک تعلق گرفت، یه سری مدارک میخواد، این سایی بیشتر تعلق میگیره که خانوادهشون مثلا کنارشون نباشن، درآمد خانوادهشون اونقدر خوب نباشه که بتونن حالا ساپورت مالیشون کنن. دقیقا. حالا یکم راجع به این آسپیلونگ که دیدیم بگو، چند سال بود؟ دو سال بود. دو سال آسپیلونگ چطور بود؟ سخت بود؟ آسون بود؟ والا من خودم چون بافک به هم تعلق نگرفت، برام یکم سخت بود، چون و کار من میرفتم پاره وقت کار میکردم بعد مدرسه، بعد وقت نداشتم که درس بخونم، به همین نمره هم یکم خوشی اومده بود پایین. اونو منم، آره منم اوایلش با وجود اینکه بافک داشتم، ولی خب میرفتم پاره وقت کار میکردم کنار آسپیلون، بعد کار کردن و درس خوندن خب معمولا یکم سخت، مخصوصا جایی که زبان خودت نباشه، زبان اصلی خودت نباشه. چه درسایی بود؟ یادت هست هنوز مثلا چه درسایی رو توی این چیز داشتیم؟ توی این دو سال؟ حالا من به آلمانیشو یادمه، ولی خب اقتصاد سه تا رشتهش که مربوط به اقتصاد بود، کلن به ویل و فاویل و پی وی ال بود. بعد انگلیسی رو می نمیستم دقیقا چی میشه اینا به ویل و فاویل. آره ترجمه کنم از من خودم هم نمیدونم فارسی چی میشه، ولی خب مربوط به اقتصاد و پول و درآوردن پول و نمیدونم اینجور چیزا بود دیگه. آره، بعد اسپانیایی و انگلیسی رو که خودت گفتی، دیگه چی بود؟ مثلا یه سری کلاس ها داشتیم که آمادگی اینو به همون میدادن که کنفرانس رو با پاورپوینت چجوری درست کنیم، خودمون چجوری اصلا یه چیزی رو ارائه بدیم، پرزنت کنیم. دیگه عرضم به حضورت که ریاضی هم داشتیم یکم هم راجع به این که مثلا لونشتو یا سیاست و اجتماعی و این چیزا هم قاطیش بود که مثلا باید بقل اونا هم پاس میشد یه جایی. یه چیز دیگه ای هم که داشتیم تایپ دهنگشتی بود که هممون داستان ها داشتیم سرش نگم براتون دیگه. آره، بعد سرعتی تایپ میکردیم، بعد دیکته میگفتن. بعد مشکل اینه که تو آلمانی اونقدر خوب نیست، باید بدونی چی داره میگه، دیکته رو بیاری تو ذهنت بعد دهنگشتی تایپ کنی، خیلی سخت میشد. و اصلا سرعتش در حد لالیگا ازدی بریه. من اصلا نباید کیبورد رو نگاه میکرد، برم باشه اینجا. که اینطور، بعد مدارکی که آخر سر گرفتی، آخر این دو سال گرفتی چه چیا بود؟ یادونه که همون آبشلوس خود اصلیشه، یه دونه همون سرتیفیکاتی که دهنگشتی رو میتونی. دیگه چی داشت؟ آها، اساپم یه دوره کوچولو داشتیم توش، اینو یادم رفت بگم که اونم یه سرتیفیکات هم از اون گرفتیم و اینکه همین دیگه. بعد یه دونه هم از ایهاکا میتونستیم مدرک بگیریم. آره، اگه میرفتیم جداگونه امتحانش رو میدادیم، امتحان زبان، حالا یا اسپانیایی یا انگلیسی رو میرفتیم زبان رو توی ایهاکا میدادیم. شفایی و کتبی داشت
یادونه که باید جدا ثبت نام میکردی، حدود 500 یورو هم باید میدادی. حالا الان شاید گرونتر شده باشه، همون موقع هم داشتم میگفتن که گرونتر میشه، ولی خب آره اونم میتونستی که انجام بدی و با اون باز حقوقت هم بالاتر هم میاد. بعد چه مدارکی رو میخواد؟ یعنی قبل اینکه وارد یه آسپیلونگ بشی مدرک خاصی باید داشته باشی، یا مثلا باید چه میدونم دیپلم بگیری؟ چه چیزی رو میخواد؟ آره اینکه دیپلم داشته باشی مهم بود، یکی از بدینونگاش بود، ولی دیگه بدینونگ خاصی نه، یعنی من یادم نمیاد. تو باز نه فکر کنم منم همون فقط حتما باید یا دیپلم یا یه پله پایین تر از دیپلم که اینجا تو آلمان بهش میگن ابیتور یا فخ ابیتور. آره با این دوتا میتونستی وارد این آسپیلونگ بشی و فکر کنم محدودیت سنی هم نداشت، یعنی تو هر سنی رو میتونستی اونجا ببینی. آره از یعنی 13 به بالا. آره ما 18 سال داشتیم تا 31 سال هم یه نفر بود. حالا کلاس های دیگه رشته های دیگه رو نمیدونیم، احتمال داره تا 40 سال اینطور هم داشته باشن، ولی خب کلاس ما تا 31 ساله بودن. بازار کار توی آلمان چجوریه؟ یعنی البته از لحاظ توی که توی این مسیر توی این آسپیلونگ بودی چطور بود؟ یعنی خوب بود؟ راحت پیدا کردی؟ آره خودم باورم نمیشه که انقدر سریع میتونستم کار پیدا کنم، ولی چون یه آسپیلونگیه که تو همه رشته ها و همه شرکت ها لازمت دارن میتونی کار کنی، خیلی راحت پیدا خیلی راحت پیدا میشه. حالا باز من چیز میکنم براتون این پایین میذارم که اسم چند تا سایتو که حتما خوبه که توش بعد حالا آسپیلونگ بعد دانشگاه یا هر چیزی توش فعال باشین، مثل لینکدین خیلی خوبه برای چیز، و یه سایت دیگه که حالا اسمش دقیقا یادم نیست ولی اینجا میذارم، مثل سینگ و خیلی چیزهای دیگه که شرکت های خصوصی هستن که با شرکت هایی که شما رو میخوان استخدام کنن در ارتباطن معمولا، و شما میتونین خودتون رو اونجا معرفی کنین و اونها براتون دنبال کار میگردن، یعنی اون در ارتباط مستقیم با شرکت ها هستن و میتونن خیلی راحت تر براتون کار پیدا کنن. یکی دیگه شم اسمشو اینجا میذارم که خودم از این طریق کار پیدا کردم و واقعا خیلی عالی بود، حتما بهشون سر بزنین، خودتون رو معرفی کنین و رزومتون رو بدین و براتون خیلی راحت کار پیدا میشه. و حالا راجع به رزومه و به وبون هم میتونم براتون یه ویدئوهای جداگونه درست کنم و توش بهتون آموزش بدم که مثلا چجوری خودتون رو میتونین به وبن کنین. به وبن چی میشه به فارسی؟ اپلای کنین. خیلی معذرت خیشه. ای فکرم تو ایران هم همون اپلای میگن. آره میتونین برای کار اپلای کنین و سیویتون رو، یعنی چجوری بنویسین، چجوری خوشگل ترش کنین که به چشم بیاد برای کارفرما و شما رو دایرکت مستقیما انتخاب کنه. همه اینا رو میتونم توی ویدیوی دیگه براتون حتما توضیح بدم. اگه دوست داشتین حتما ما رو فالو کنین، سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره.